و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. جمعه اول سال نو هست. خدای مهربان به برکت این نوروز، به برکت این بهار، دلهای همه ما و شما رو بهاری بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. صلوات بهاری بود، خوش آمد خزانی. خدای مهربان انشاءالله بهار واقعی رو به عالم هستی، به بشریت، به دلهای بیدار مرحمت فرماید که فرج پر از خیر و برکت مولانا بقیت الله الاعظم هست. خدای مهربان انشاءالله به برکت این نوروز، همون گونه که امام جعفر صادق علیه السلام وعده فرمودن که امام زمان علیه السلام در نوروز ظهور می کنند، انشاءالله خدای مهربان نوروز واقعی رو قسمت روزیمون بکنه. این چشمای لایق شما انشاءالله به جمال مهدی فاطمه منور گردد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً اگر سوالی هست بفرمایید. هر چیز در دست خداوند بود. در بعضی جنگ ها خداوند فرشته ها را برای کمک مسلمانان فرستاده و در این جنگ حتماً عواقب داره که از هر دو طرف کشت و کشتار می شود. یه طور آسانتر نبود که اگر خداوند مسلمان کردیم مشرکین مسلمان می ساخت و هدایت می کرد، مثل که حال اگر ترامپ هدایت کنه دنیا را می ساخت. سیاسش نکنه. سوال دومو در آیه 11 سوره انفال، انفال خداوند میگه که بارانی که فرستاد، باران شیطان پاک کرد. اینا رو چه باران است یا چیست؟ این آب گفتم، منظورش از آب است. این چی نوع آب است که فرستاد؟ آیه 11 هم فرمودید؟ بله. سوال دیگه اگر هست بفرمایید. دوستان باشید، یک سوال دیگم در وقت بقیان مایت چیز را شکیست که بینی را و پشانی و اعضایی که بر سجده واجب است اینا را حلوت میکنند، یعنی کافور و بعض چیزا میمانند. بینی را چرا میمانند؟ یعنی از کافور میزنند. بله، این چرای شما مثل چرایی هست که میگم چرا نماز مغرب سه رکعت، چهار رکعت هست. در مسائل فقهی نمیشه که همه چیز رو استدلال بکنید. چرا هنود گذاشتن روی مثلا بینی، چرا مثلا تو گوشو هم نذاشتن؟ نه توی اف جایی که برای سجده مگذارن. خب مستحب به بینی رو روی زمین بذارید، برای سجده مستحب به بینی رو روی خاک بذارید. خب در سوال اول شما وحید آقا، درباره این که چرا خدای مهربان مثلا سردسته کفار رو هدایت نمی کنه، کاملا بشر از اون مسیر خلقت خارج میشه اگر بنا باشه که اختیار از انسان گرفته بشه و خدای مهربان هر کی رو که میخواد هدایتش بکنه. معنای اختیار این هست که انسان آپشن داشته باشه، راه غلط رو یا راه راست رو انتخاب بکنه. به قول مولانا، در جهان دو بانگ می آید به زده، تا کدامین را تو باشی مستعین.
وان یکی بانگ نشور ادقیا، وان یکی بانگ نفور اشقیا. این معنای هدایت همین هست. فرق انسان با ملائکت الله اینه، اونها هدایتشون اجباری هست، ما هدایتمون اختیاری هست. کسی میتونه راه خوب رو بگیره، کسی میتونه راه خراب رو بگیره. سوال دیگه این که شما کردید، من آیه رو پیدا کردم. خدای مهربان میفرماید اذ یغشینکم النعاس امنة منه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجس الشیطان. اینجا رجس شیطان معنای او شیطانی که وسوسه میکنه در قلوب نیست، به معنای ناپاکی ها و پلیدی ها هست. و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. اگر سوال دیگه ای هم هست بفرمایید. سوال دیگه نداریم. خدای مهربان انشاءالله حوائج همه شما رو در این نوروز مرحمت بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم ربنا يا أمتنا إثنتين وأحييتنا إثنتين صلوات الله صلى الله عليه وسلم. ساقی بده پیمانه ای زمه ای که بی خیشم کنم. بهار پیشه خواهر و برادر، انسان یه حالت دیگری داره. نوروز بهار دست خودمون نیست، این تحول طبیعی هست. وصلیم به همه این نتورک و شبکه خلقت و اون ساقی، اون خالق هست که داره پیغام به شما میفرسته، میخواد دگرگونتون میکنه. ساقی بده پیمانه. یادتون هست که شب با هم درباره شراب ناب صحبت کردیم؟ نه. ساقی بده پیمانه ای زانمه ای که بگید بیخیشم کنن. این مهمه. بر حسن شورانگیز تو عاشق تر از پیشم کنم. نور سحرگاهی دهد فیضی که می خواهی دهد. اگر خواهرم برادرم به برکت این نوروز، به برکت این الفت بیشتر با خلقت، هم با خالق هم با مخلوق، یک پله معرفت انسان بیشتر بشه، به تعبیر مولانا هم نور سحرگاهی گیر انسان میاد، هم فیضی که خواهی. با مسکنت شاهی دهن سلطان در بیشم کنن. چقدر معنی داره فهر و برادر. اون عبارت
حضرت زینب کبرا صلوات الله علیها ما رأیت الا جمیلا، اون معنای همین نقطه هست. با مسکنت شاهی دهد، سلطان بگی درویش هم کنند، او درویش ها سلطان است. سوزد مرا یا سازد مرا، در آتش اندازد مرا، و از من رها سازد مرا. بیگانه از خیشم کند. حضرت ابراهیم علیه السلام رسیده بود به همین مقام، نه؟ سوزد مرا، سازد مرا، در آتش اندازد مرا. او در آتش انداختن رو حضرت ابراهیم دوست داشت یا دوست نداشت؟ بگید. دوست داشت. این مقام هست. این او شراب هست به تعبیر مولانا. این همون ساقی بده پیمانه، این ظلمه ای که بیخیشم کنن. خواهر و برادر، اگر رسیدی به مقامی که بیخیش شدی ها، وصل الاللهی، مثل قطره ای که وصل به دریاست. بستاند از سر و سهی، سودای هستی از رهی، یغما کند اندیشه را، دور از بدن دیشم کند. خدا انشاءالله به برکت این بهار دلهای همه شما رو بهاری بفرماید، دلهای همه شما رو به نور عشق و ایمان مزین بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در اولین شب جمعه سال نو، خواهران و برادران، خالصانه تبریک عرض میکنم این نوروز رو به معذر همه شما عزیزانم. انشاءالله که سالی پر از خیر و برکت داشته باشید، سالی پر از سعادت داشته باشید. به برکت این نوروز انشاءالله خدای مهربان به شما توفیق بده که خیلی زیادتر بهارها رو انشاءالله ببینید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اگر کسی بتونه این اکو رو کم بکنه خیلی خوب میشه. راستش عزیزان، در این فکر بودم که در چه رابطه با هم دیگه صحبت بکنم. من نمیدونم امشب چی شده که هی فکر خانم رسولی تو ذهنم بیاد. جمعه اول سال هست، جاشون خالی هست، اولین نوروزیه که جاشون خالی هست. جهت شادی روح همه اموات و گذشتگان و حقدارانتون، علل خصوص جهت شادی روح مرحومه مغفوره شادروان آش خانم رسولی، همیشه از او عقب به ما سلام میکردن. جهت شادی روح مرحوم مغفور حاج حسن حسینی سیانکی، پدر خانم برادر عزیزمون حاج آقای کاظمی، کسانی که تازه از دنیا رفتن، خواهر برادر عزیزمون حاج آقای علایی پور صلواتی جلی خط بفرمایی. اللهم صل علی محمد. خواهران و برادران، خیلی موضوع زیاد بود که در جمعه اول سال نو با هم دیگه صحبت بکنیم، اما یک چیزی که خیلی احساس کردم مفید هست برای این جمع با معرفت، ماشاءالله سطح جلسه سطح بالایی هست، خیلی جلسه پنجشنبه رو من واقعا دوست دارم، گفتیم در این رابطه صحبت بکنیم که آیا ما حق نوروز رو ادا کردیم یا ادا نکردیم. خواهرای محترم حواسو جمعه؟ آره؟ آج خانوما حواسا جمعه؟ شما صدای منو میشنوید واقعا؟ آره؟ منم صدای شما میشنم. خب جهت سلامتی آج خانوما صلواتی بفرمایید. اللهم صل علی محمد. آیا ما حق نوروز رو ادا کردیم یا ادا نکردیم؟ یه مسئله. مسئله دیگر، فلسفه این عید نوروز چیه؟ و سوال دیگه این که در عید نوروز خدای مهربان با ما چی کار داره؟ و مسئله دیگر، وظیفه ما در عید نوروز چیه؟ او وظیفه‌ای که همه بلدن و همه گفتن، نه. حالا این وظیفه اهل دل، شما عرفا،
وظیفه اهل دل در نوروز چی هست؟ خدا انشاءالله این جلسات رو وسیله رشد بیشترمون بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اگر از ما سوال بکنن که شما چند تا نوروز رو دیدی؟ چند تا میگی؟ هر کس شما خیلی راحت خانوما حواست هر کس خیلی راحت ممکنه عمر خودش رو حساب بکنه و بعد بگه مثلا 50 تا 60 تا 70 تا 90 تا هرچی من نوروز رو دیدم. اما شاید اینطور نباشه. از یک اهل دلی، اهل بصیرتی اگر سوال بکنید چند تا نوروز رو دیدی، شاید به شما بگه من یک نوروز رو دیدم. به قول یک شاعر انگلیسی میگه که What is this life if full of care? We don't have the time to stand still. ایش میگه چه زندگی هست که ما حتی وقتش رو نداریم که بایستیم و این خلقت خدا رو تماشا بکنیم. شاید در عمرمون چند تا نوروز گذشته، اما اون معجزه هایی که در نوروز اتفاق میفته ما به اونها توجه نکرده باشیم. اون رستاخیزهایی که به پا میشود در نوروز شاید ما بهش توجه نکرده باشیم. عزیزان، حالا بیایم ببینیم آیا ما واقعا توجه میکنیم. یعنی میگن حالا جوک دیگه، یک شخصی وارد یک شهری شد، یک خیالات خدا همه جمع شدن یک جا مصلای عید میخوان نماز بخونن. گفت چیه؟ چی شده این ملت همه اینجا جمع شدن؟ گفتم مگه اطلاع نداری؟ عید فطره. میگه عید فطر چیه؟ میگه نماز دیگه، ماه مبارک رمضان گذشته، حالا میخوان نمازش رو بخونن. میگه ای داد بیداد، چه ماهای مبارکی میگذرد و ما خبر نداریم. حالا نوروز هم خواهر و برادر، او زمانی که در ما یک رستاخیزی ایجاد بکنه، یعنی ما نوروز رو بگید دیدیمش، نوروز رو درک کردیم. حالا خواهران برادران، اون چی که در نوروز اتفاق میافتد یک رستاخیزی هست، مثل همون رستاخیزی که خدای مهربان در قیامت برده کرده است. اگر به ما بگن که شما خواهر، شما برادر، فقط اجازه داری که یک بار نوروز رو ببینی، یک بار بهار رو ببینی، اون موقع همه کارامون رو میذاریم کنار، یک هفته وکیشن، یک هفته تعطیلی میگیریم از کارمون، از جابمون، و بعد مینشینیم به تماشای بهار، اقیانوس بهار رو ببینیم، باغ بهار رو ببینیم، خلقت بهار، پرندگان رو در بهار ببینیم. میخوایم واقعا ببینیم رستاخیز بهار چی هست، درسته؟ اما میگه هر کسی ارزان خرد، ارزان دهد گوهری طفلی به قرصی بگی نان دهد. چون ما این نوروز مجانی هست، میاد و میره، وقت نمیذاریم که خودمون رو با این نوروز محشور بکنیم. میدونید عزیزان که این نوروز نه تنها این که در این کره زمین اتفاقهایی میافتد، شما میدونید از جمله کارهایی که در نوروز اتفاق میافتد یکی اعتدال بهاری هست. سالی چند بار اعتدال ایجاد میشه در سولار سیستم، در منظومه شمسی؟ سالی دو بار. یکیش اعتدال بهاری هست. کی میتونه نوروز رو منکر بشه؟ کی میتونه بهار رو منکر بشه؟ هیچ کس نمیتونه. واقعا روز نو هست، واقعا یک رستاخیزی هست. یعنی این مسئله نوروز خواهر و برادر وصل به این سولار سیستم، وصل به این منظومه شمسی است، وصل به این کهکشان راه شیری است، وصل به این کره خاکی است. چه اتفاقهای عظیمی در این نوروز، در این عید، در این بهار اتفاق میفتد. الله اکبر. این هفت سینی که خواهر و برادر در سفره میذاریم اینا خیلی محترم هست. من میتونم به خودم این جرأت رو بدم اینا مقدس هست. هفت سین، هفت سین قرآنی هست. خدای مهربان در قرآن 7 تا سلام به بندگان خودش میفرستند. این هفت سین هر کدومش یک پیغامی دارد. ماهی خوردن در نوروز عزیزان یه فلسفه ای دارد ها. اونهایی که با علم تعبیر خواب آشنا هستن میدانند که اگر در خواب ماهی رو دیدید، یا اگر در خواب دیدید که ماهی میخورید، این یک نعمت الهی و آسمانی هست.
یک نعمت مادی نیست، یک رشد معنوی هست. پای این ماهی که در سفره گذاشته می شود یا ماهی که معمولا در نوروز می خونه یک فلسفه عجیبی هست. میگن حضرت سلیمان پیغمبر زمانی که می رفتن برای استهمام انگشتر خودشون رو به خادم دادن، انگشتر سلیمانی خودشون رو به خادم دادن. دیوی آمد و این خودش رو به شکل حضرت سلیمان محشور کرد، ظاهر کرد و این انگشتر سلیمانی رو از این شخص، از این خادم گرفت. حضرت سلیمان زمانی که آمدن از استحمام، از حمام خارج شدن، دیدن انگشتر نیست. اون دیو به شکل حضرت سلیمان انگشتر رو بر دست کرده است و بر تخت سلیمانی نشسته است و حکومت می کنند. اما خب بالاخره بعضی انسان‌ها ظاهربین هستند، بعضی از انسان‌ها بگید باطن‌بین هستند. جهد کن تا پیر عقل و دین شوی، تا چو عقل کل تو باطن بین شوی. حالا با انگشتر که کسی سلیمان نمی شود، با تخت که کسی سلیمان نمی شود. هر کسی بر تخت سلیمان بنشیند سلیمان می شود، هر کسی انگشتر سلیمان رو به دست بگیرد سلیمان می شود که نمی شود. حضرت سلیمان هم که از این مسائل غنی هست، مشغول شد به کار ماهیگیری و این شخص هم داره به نام حضرت سلیمان حکومت میکنه. اوضاع برهم خورد. اون کاری که سلیمان نبی میکرد این دیو که نمیتونه بکنه. دیو برای کارها نیست که اونهایی که لبنان و فلسطین رفتن میدونن. دیو برای کارهای سنگین هست. آثار قصر بنا و معبد حضرت سلیمان هنوز وجود داره در فلسطین و لبنان. میتونید برید یک سفری نگاه بکنید. پند گیر از مصائب دیگران. خدای مهربان در قرآن 13 مرتبه شما رو دستور میدهد به سفر تاریخی. برید مسافرت بکنید، برید گذشته خودتون رو ببینید، برید پند بگیرید. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلکم. دیوها برای این بودن که حضرت سلیمان پیغمبر به وسیله اونها اون معبد رو بسازد، اون کوههای چنتوری و اینها حرکت بدن. برای کار ظریف سلیمانی، برای کار پر از حکمت و ظرافت سلیمانی، سلیمانی لازم است. شما می دانید عزیزان که نه تنها دیوها در خدمت حضرت سلیمان بودن، در خدمت کس دیگری هم بودن. گویا بذارید اسمش رو خدمتتون عرض بکنم، در خدمت نه الان بله این پدر و پسر که بله هر دو تسلط داشتن بر در خدمت تهماسب دیوبند هم بودن. دیوها رو خب حالا به تعبیر مفسرین میگن همون جن هست که خدای مهربان یک سوره ای دارد در قرآن به نام جن. خیلی زیبا احوال جن رو خدای مهربان بیان میکنه، جنسشون رو، کیفیتشون رو، کارهاشون رو که ازشون برمیاد. انشاءالله خدا قسمت بکنه یک فرصتی، یک رمضانی بتوانیم سوره جن رو با هم دیگه مطالعه بکنیم. خیلی معرفت انسان بیشتر میشود. اما فرق این دوتا چی هست؟ فرق حضرت سلیمان با حضرت با جناب تهماسب دیوبند چی هست؟ هر دوتا اینها دیوبند بودن، فرق اینها چیه؟ کی میتونه بگه؟ فرقشون در یک کلمه هست. جناب سلیمان با اینکه دیوبند بودن میگفتن انا المسکین، اما تهماسب این حرف رو نمیزد. یعنی دیو در کنترلشون بود، دیوها جنها در اختیارشون بود. ایشون میفرمود انا المسکین. حالا شما فرض کنید خواهر و برادر، به روایتی 13 روز 13 روز طول کشید و در طول این 13 روز جناب سلیمان علیه السلام نیستن در محل خودشون و دیوی با انگشتر سلیمانی به شکل سلیمان ظاهر شده و افراد ظاهربین هم گولش رو خوردن و داره ایشون فرمان روایی میکنه. 13 روز گذشته این سلیمانی که میگوید انا المسکین به درگاه الهی، ایشون در محل کار خودش نیست. اوضاع همه چیز به هم ریخته.
مردم پراکنده شدند، اون ملک سلیمانی فرو ریخته است، آشفته شده است. بالاخره روز 13 که به روایت روز 13 به در هست، ملت دیگه گفتن نه، مشخص شد که این شخص سلیمان ما نیست، ما فریبش رو خوردیم. 13 به در، همه اینها با هم دیگه تصمیم گرفتن که بیان کنار این دریاچه‌ای که سلیمان نبی به کار ماهیگیری مشغول هست و جناب سلیمان نبی علیه السلام رو با خودشون بیارن به قصر برگردونن. پس ببینید این 13 به در هم از خودش یک حکمتی داره، یعنی حرکت کردن از دیو به سمت سلیمان، حرکت کردن از ظاهر به سمت باطن، حرکت کردن از اون حالت مادی گرایانه به سمت معنویت. و خواهر و برادر، میبینیم ریشه های این نوروز در واقع خیلی ریشه های سازنده ای دارن، اگر ما به اون معناش توجه خاص خودمون رو داشته باشیم. یک مسئله دیگر خواهر و برادر که خیلی مهم هست و ارزشمند هست، مسئله رابطه ما با نوروز هست. ما با نوروز چه رابطه ای داریم؟ ما با خدای خودمون چه رابطه ای داریم؟ خدای مهربان با نوروز چه رابطه دارند؟ عزیزان، خداوند شماها رو به عنوان خلیفت الله انتخاب کرده است، به عنوان جانشین خودش در زمین انتخاب کرده است و هی باید با شما رابطه ای داشته باشه، هی باید شما رو مرحله به مرحله درس بده، هی باید شما رو رشد بده. درسته؟ ما که نیومدیم اینجا که رها باشیم، ما که نیومدیم اینجا که یک مدتی باشیم و بعد از اینجا بالاخره با مرگ خداحافظی بکنیم. نه، هر روز پی دنیا خواهر و برادر، خدای مهربان برای ما یک کلاس درسی گذاشته. یکی از بزرگترین کلاس های درسی رو که خدای مهربان برای شما گذاشته است و نامه فدایت شدن برای شما میفرستند، درس بهار است. خدای پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان فاذا رأیتم الربیع فأكثروا فیها ذکرا نشور، زمانی که بهار می شود خیلی زیاد به فکر رستاخیز باشید. همون گونه که خدای مهربان این درختان مرده رو زنده می کند، خب خدای مهربان با شما هم داره همین کار رو می کنه. عزیزان، خواهران، برادران، پیغمبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توصیه میکنن اصحاب خودشون رو که در فصل بهار اتصال مستقیم داشته باشن با بهار. این معرفت ما رو بیشتر میکنه. خدای مهربان ویکتور هوگو یک کتاب خیلی زیبایی دارد، یک داستانی دارد، میگه که زمانی که اون عاشق جوزف میخواست براش نامه بنویسه، بالاخره به مشکلاتی خورد و اونی که خب حالا این نامه رو بنویسم لو نره، این نامه رو کی ببره، بالاخره